عرض ادب و احترام در تو آذربایجان میخوام صحبت کنم توی جمهوری آذربایجان رفته تو مرز در ارمنستان درگیر شده برنامه نزدیک شدن برای یک نبرد بزرگ گرفتن کریدور زنگزور قطع اتصال ایران با ارمنستان تو سفری که آقای اردوغان به ایران داشت تو اون سفری که آقای پوتین هم بود عالی رتبه ترین مقام سیاسی ایران رهبرمون تو یک فضایی که برای اولین بار بود به رئیس جمهور اردوغان نگاه کرد و عنوان کرد ایران اجازه نمیده مرزی که پیشینه تاریخی داره بین ایران و ارمنستان قطع بشه کی اجازه نمیده ایران 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 بزرگ تمام تمام های اینها از 2017 که پروژه لاجورد رو تعریف کردن برای ایجاد یک ترکستان بزرگ همزمان اتصال کشور آسیای میانه و آذربایجان به ترکیه بدون نیاز به گرجستان بدون نیاز به ارمنستان بدون نیاز به ایران از اون مقطع و همزمان برگردوندن نوعثمانیگریشون تسلط بر مدیترانه اژه مرمره و در واقع شامات شکست خورد همرا ایران شکست در واقع به هم زد همرا ایران به هم زد تو در روزهای اول که بحث تحلیل آذربایجان رو انجام میدادم عنوان کردم ما نیازی نیست کاری کنیم ما فقط لب مرز حاضر میشیم یک رزمایش می کریم. این فضا رو روسیه باید کنترل کنه چون اساسا خود روسیه گرفتار میشه ما ما هم منزوی میشیم اگر چه این کوریگوری زده بشه ولی نیازی نیست روس هم تو همون فضا هستن با ما مشترکاتی دارن اما الان روسیه با اوکراین درگیره و فکر میکنم ایران که هست که این مسئولیت رو به عهده خواهد داشت میزان رفتار الهام علیوف در آذربایجان به شدت منزجر کننده شده رفتارش با شیعیان و اینکه حسین رو قیام امام حسین رو یک حرکت بنیادگرای تند رادیکالی عنوان میکنه و به شدت سرکوب میکنه این, این, یعنی یک قدم بزرگ به سمت انحطاط دو تا مسئله هر کس با این خاندان در افتاد بر افتاد این رو من اشاره کنم مسئله دوم توی بحث آذربایجان این کشور تو یک نقطه قرار گرفته که پایینش ایرانه بالاشش روسیه است با یک فاصله با ترکیه هم در واقع هم مرز هست این آذربایجان پیشینه ایران دین ایران هر چی که هست ایران شما یک بازی ضد ایرانی میکنی بر اساس این که به عنوان کشور مستقل بتونی برای خودت یک هویت تعریف کنی ایرادی نداره یک میزان از تنش رو همیشه بین خودت با ایران ایجاد میکنی و از طریق این میزان تنش سعی میکنی فضای داخل مردم خودت رو در واقع کمی تغییر بدی به عنوان کشور مستقل برای خودت تاریخی ترسیم کنی این اینا رو من کاری ندارم بکنید اما این, این این کشور جمهوری آذربایجان اجازه بدید بگم این الهام علیوف چون اونها های ما هستند الهام علیوف داره میره به سمتی که مرز ایران با ارمنستان رو ببنده و کریدور جنوب به شمال و شرق به غرب و اتصال ایران به اروپا رو قطع کنه چی فکر کرده تازه این با سیاست های روسی هم همخوان نیست فکر کردید اون دوره است که پیشوری را بیفته بیاد با روسیه به بنده پاشه بیاد تو ایران چی فکر کردید؟ نمیفهمید ایران در مرز خودش اشاره کنه شما رو در واقع ده ده پودر میکنه ما اون سر دنیا تو یمن طرف عربستانه عربستان پولدار میلیاردها ها دلار سلاح خریده هزاران هزار آفریقایی رو اورده پول داده گفته برید بی جنگید هفشتا کشتر هم جولوی تا کشور همه اطلافشن جلوی پنجا هزار تا حوسی نمیتونه چون ایران اونجاه شما تو مرز ما میخواید کاری به این بزرگی کنید که کوریدورهای ما رو اونو تو این مقطع، مخت... این ایران در واقع شما قطع کنید چی فکر کردید آخرین شانستونه میدونم آخرین شانس شماست اما دارید میرید به سمتی که ما دوست داریم بکنید بکنید کی رایی داره تو تره نجات روسیه و الکساندر دوگین اشاره شده بود یا آذربایجان اشاره شده بود که ما چه اشتباه تاریخی کردیم ما بعد یا آذربایجان رو برگردونیم به ایران یا دو تاش کنیم بریم بدیم به ایران بکن آقای علیوف ما, ما کشور صلح هستیم اما این کشور صلح طلب بعد از 44 سال گذشته به شدت ثابت کرده به شدت هر طرح ضد ایرانی به خصوص تو بود ژئوپلیتیک در مقابل ایران محکوم به شکسته چه اون سر دریای سرخ یمن باشه که بخواد بحث اهمیت استراتژیک ما رو تو حوزه هرمز و انرژی و نیازهای دنیا و با های دنیا رو به هم بزنه چه مرز خودمون با کشوری باشه که جزوی از خود ما بوده این بازی که دارید انجام میدید برای ما بد نیست من بارها گفتم توی بلوک شرق باید از درگیری پرهیز شه تا میتونیم جنگ رو در واقع کنترل کنیم چون فشار بلوک شرق به قلب کاملا تاثیر گذاشته دیگه آمریکا داره نانسی پلوس رو میاره اونجا میذاره که چین یه کاری کنه این نفته ارزون شه خیلی هم میگن آقای ندیمی جنگ بشه نفت گرون میشه چرا میگه ارزون میشه بله روسیه ایران عربستان جنگ کنن نفت گرون میشه کشورهای تولید کننده نفتن چین بزرگترین وارد کننده نفت اگه جنگ کنه میزان ورودی نفتش دچار تنش میشه تقاضاش کاهش پیدا میکنه باز نفت ارزون میشه این فرق میکنه اشتباه نکنید همه کار داره میکنه اینجا ای جنگ بشه ولی این یکی فرق داره این یکی رو تر و تمیز خیلی سریع انجامش میدیم به خصوص که ایران و روسیه تو این یه دونه قشنگ هم مشترکن اتصال ایران از طریق ارمنستان گرجستان به روسیه سن پترزبورگ اروپا از طریق آذربایجان گرجستان اروپا از طریق آذربایجان روسیه تمام اینا رو میخوای قطع کنی امکان پذیر نیست آقای اردوغان که الان دیگه گرفتار دیگه رفتنیه که ببین انقدر این آقای اردوغان بالا پایین پرید تو سوریه حمله کنه ایران و روسیه گفتن نه هی میگه ایران و روسیه میگید حمله نکنید ما خب الان به ما بگید ما جایگزینتون چیه چه مشوقهایی رو برای ترکیه تو بحث سوریه در نظر گرفتید راهکارهاتون رو ارائه کنید نمیخوایم ارائه کنیم نمیخوام بحث احساسی بگم ما میخوام بگم که امروز ترکیه ترکیه 2017 نیست تو موضع ضعف یه زمانی ترکیه تو دست بالا از شما تو موضع ضعفی این تفاوت هایی داره تفاوت هایی داره امروز ترکیه باید سعی کنه بیزانی از اقتصادش رو هل بره سمت ایران هل بره سمت روسیه نمیتونه به صورت صرف یا یک بازی از ضد ایرانی روسی کنه به صورت صرف اصلا الان فضاشو نداره توانایی و ظرفیتشو امروز نداره و اینها میخوان آخرین شانسشون رو امتحان کنن برن به سمت در واقع گرفتن بخشی کامل از بخش کامل قلب آکستانی هممرز و چسبیده به ارمنستان کامل اون جداشه تو پلن اول، تو مرحله اول و در بخش دوم هر زمان احساس کردن شرایط ایجاب میکنه اون خط مرزی رو قطع کنن چه زمانی میتونه این خط مرزی ایجاد بشه اگه ایران وارد جنگ بشه و گستره جنگ زیاد بشه چی خب موقعیت خوبی برای جمهوری آذربایجان دیگه این رو این تفکراتی که الهام علی افتاره من یه چیزی بهتون بگم نظم نوین جهانی بلوک شرق که ایران یکی از محورهای اصلی است و به شدت منافع ایران و روسیه تو خیلی از محورها به هم گره خورده چه با جنگ چه بدون جنگ آقای علیوف رفتنیه تفکر الهام علیوف رفتنیه فراموش نکنید تفکر الهام علیوف از آذربایجان رفتنیه داره دست و پا میزنه بمونه هیچ راهی براش نیست زمانش برسه رفتنیه سیاست یعنی وقتی شما آمریکا هستید بارها گفتم یعنی اینکه از ابزارها و پتانسیلتون استفاده میکنید برای تحت تاثیر قرار دادن یا مجبور کردن دیگر کشورها توی منطقه ما ایران اون هجمون است روسیه اون هجمون است بخشی از سیاست های ایران در شامات تحت تأثیر قرار خواهد داد کشورهایی رو یا مجبور خواهد کرد کشورهایی رو که سیاست های ایران رو بپذیرند در فضای در واقع پیش رو تفکر الهام علیوفی توی این فضا وجود نداره یعنی سیاست هایی که روسیه و ایران خواهند داشت در, در واقع بخش قفقاز و آسیای میانه حالا بعضی هم میدونم می الان کامنت میزنن که آقای ندیمی شما دیگه انقدر ایران رو بردی بالا بغل چین و روسیه میذاری شما در واقع نوکر چین و روسیه باشه آقا جون شما راست میگید دیگه ما چیکار کنیم من این همه تحلیل را ضبط کردم ابزار گفتم معلف های قدرت گفتم تاثیر وقت نمیخواد یکی خودش رو زده به خواب اجازه بریم خواب باشه اجازه بریم کامنتش رو دیگه پاسخی بهش ندیم ببینید فضای کنونی به من میگه که درسته که به شدت مخالف هر گونه جنگی هستم توی این مختت و بلوک شرق چون بلوک قبل وضعیتش بی شدت بده تمام علائمی رو که از چهار ماه پیش دارم میگم داره اتفاق میفته اروپا داره دو تزلزل میشه تفکر بروس جانسونی کنار رفته فرانسه و آلمان پالسای شرقی دارن میفرستن این فضا رو داشته باشید همگرایی و همگونی تو بلوک شرق بین هم چین روسیه ایران حتی جاهای ترکیه به شدت بالاست شاید بگید آقا دلیل چیه دلیل اینه که دل غرب زمانی میتونه چین و روسیه و ایران رو زانو در بیاره که نفت رو ارزون کنه چرا نفت ارزون نمیشه سر 20 میلیون بشکه نفت استراتژیکش آمریکا فرستاد تو بازار پاشور اومد عربستان صلح با یمن امضا کرد مجبور کرد عربستان امضا کنه که این نفته بیاد پایین چرا نمیاد پایین میدونی چرا چون چین و هند بیشتر از نیازشون نفت میخرن میدونی یعنی چی یعنی تقاضا رو میبرن بالا چون تقاضا بالاه نفت بالاه چرا حالا این کارو میکنن چون چین و هند دارن ارزون میخرن سی درصد ارزون میخرن میگه آقا ما اینو بالا نگه داریم خودمون داریم ارزون میخریم کیا دارن گرون میخرن غرب یعنی فشار روی غرب با بالا نگه داشتن نفت خودشون هم ارزون میخرن اذیت نمیشن اینه که میگم شرق عالی داره کار میکنه تو این فضایی که فشار به قرب خیلی بالاست و جواب داده و اینا دارن همه کاری میکنن که یه جنگی بشه نشده اما تو بحث آذربایجان اصلا مخالف تنش نیستم اگر قرار این دندون کرمو کنده بشه و این سیاست منزوی کردن و قطع اتصال ایران با ارمنستان و ایجاد کوریدور زنگزو ایجاد بشه بذارید جنگ بشه بذارید تنش بشه جنگ خوب نیست اما انزوای ژئوپلیتیک ایران یعنی پایان ورود هر کریدور هر ده تجارت هر گونه فرایند تجاری از ایران این از هزار تا جنگ بدتر برای ما یعنی انزوای ژئوپلیتیکی تازه این همه سال داریم زحمت میکشیم این چند قرن عقب افتادگی رو جبران کنیم این امکان پذیر نیست ما این امکان رو به جمهوری آذربایجان و شخص اعلام علیوف نخواهیم داد یک چیز رو هم بگم چون میدونه چه وارد این تنش و جنگ بشه چه نشه رفتنیه داره دست و پا میزنه خود ترکیه الان داره به سمتی میره که اگر حمایت ها ایران و روسیه رو نداشته باشه خود ترکیه رو هم چند تا تیکش بکنه این رو من بهتون بگم بار هم گفتم همین الان لیر به دلارشون رسید به 18 اون موقع که میخواست بشه هشت میگفتن یک فاجعه است لیر به دلار رسید به هیچده و هیچ کشوری حاضر سرمایه بیاره اونجا نه عربستان رو برد. نه امارات رو برد نه در توافق 25 ساله روسیه باش امضا میکنه نه چینی داره امضا هیچ کس اینجاست این این جمهوری آذربایجان در همسایگی ایران و روسیه به پشتوانه اون ترکیه میخواد بیاد بازی جوپلیتیکی بکنه در این صد تو این مقطع اجازه بدیم اشتباهات بزرگ اتفاق بیفته چون برای ما های زیادی داره ایران شاید خیلی از ابزارها رو نداشته باشه اما یکی یک ابزار خیلی مهم داره از کوچکترین اشتباهات حریفش هر چقدر هم بزرگ باشه بیشتر این بهره رو میبره ایران از این اشتباهات بزرگ که دیگه اصلا نمیگذره همینطور بذارید اجازه بدید ادامه بدن اما فراموش نکنید بالاترین مقام سیاسی کشور ما رهبرمون رهبر عزیزمون در چشمای آقای اردوغان نگاه کرد و گفت ایران این ایران 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 بزرگ اجازه نمیده مرز ایران ارمنستان قطع بشه و آقای اردوغان با اون چهره مغموم و در واقع نگران و مسترب و عصبانیش این رو به خوبی درک کرد اما به نظر من که آقای علیوف هم نیاز داره که درک کنه ببینیم در آینده چی پیش میاد چه با تنش چه بدون تنش در بلوک شرق در همسایگی ایران الهام علیوف رفتنیه این رو از من به یادگار داشته باشید خیلی هم طول نخواهد کشید درود بر شما پاینده ایران همیشه ایران برای ایران